بازم خوش آمدید در برنامه درس‌های رمضانی. مسئله دیگری بسیار مهم و قابل ارزش است که قابل تذکر است، باید بسیار از عزیزانمان بدانند، بحث روزه گرفتن در روز شک است، یا روزی به نام روزی یوم شک دارند. در جامعه ما عرف عنعناتشان طوری است که بسیار از مردم ایر به خاطر علاقمندی یا عشق و علاقی که به ماه مبارک رمضان دارن، میگن ما حاضریم حتی روزی یا روز شکرم روزه بگیریم. یک گروهی از مردم این گونه است. قسمتی دیگری از مردم ما عادت دارن، میگن که نه، به خاطری که مبادا در اخیر ماه مبارک رمضان یک روز روزه کمتر بیاد، بناهن ما این روز شکرم روزه میگیریم تا اینکه 30 روز روزه ما مکمل شود. گروهی سوم مردم در جامعه وقتی میبینید کسانی هستند که عادت روزه گرفتن دارن، یعنی همیشه کوشش میکنن که در به اصطلاح ماه شعبان روزه بگیرن، زیادتر روزه بگیرن. اگر عادتشان بر روزه گرفتن است، اما تو روزه گرفته تقریبا تا روز شکرم روزه میگیرن. حالا ببینید که حکم این روزه شک چیست. اولا روزه شک کدام روز است؟ روزه یوم شک روزی سیوم یا سیوم ماه شعبان است، 29 شعبان، 30 روزی 30 ماه شعبان. اگر در صورتی که مهتاب دیده نشود، برای این میگن که روزی ختم شعبان و شروعی به اصطلاح رمضان میشه، چون مهتاب دیده نشده در این وسط یک روز در به نام روزی روز شک میگن. حکم این روز چیست از نظر اسلام عزیز؟ عده کثیری از علما، فقها، به خصوص مذهب شافعی، مالکی ها و حتی روایت از احمد بن حنبل است که روزه گرفتن در روز شک حرام است، نادرست است. دلایلی که این مذاهب دارن که روزه در روز شک حرام است و نادرست است، نباید انسان مسلمان روزه بگیرد، عبارت از این مسائل هست. دلیل اولشان از قرآن عظیم الشان است. میگن قرآن گفته فمن شهید منکم الشهر فلیصم، کسی که از شما مهتاب دید باید روزه بگیره. یعنی اگر نمیبینید نباید روزه بگیرید. بنابراین وقت مهتاب دیده نمیشود، نباید روزه بگیره روزه روز شکه. اما کسی میگه خب بنابر مشکلاتی اگر مطرح شد، آسمان به اصطلاح بارانی بود، ابر بود، چند روز طول کشید این قضیه که امکانی دیدن مهتاب نبود، چی میشه؟ واز در اون صورت حدیث دارن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر چنین حالتی بر شما پیش آمد، شما 30 روز ماه مبارک رمضان رو تکمیل بکنید. یعنی 30 روز شعبان تکمیل میشه، بعد از رمضان شروع میکنیم 30 روز روزه ایتان تکمیل میکنیم. دلیل دومشان حدیث دیگری است که روز عمار بن یاسر در جای نشسته بودند، جمعی دیگری از صحابه با اونها بودند، به اینها مقدار غذا را آوردن از گوشت گوسفند سرخ کرده بود. وقتی که اینها را آوردن پیش اینها، بعضی از این افرادی که در این مجلس نشسته بودند گفتند که ما روزه داریم، در حالی که همون روز روزی روز شک بود. بنابراین در پاسخ اینها حضرت عمار فرمود من صام یوم شک فقد عصا ابو القاسم محمد صلی الله علیه و سلم، کسی که روزه روز شک روزه میگیرد و تحقیق که از پیامبر عزیز ما جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از ابو القاسم نافرمانی کرده. یعنی به این معنا از این معلوم میشه که در این روز شک روزه نمیگرفتن صحابه، یا در بین اونها هم بعضی اختلافات مواردی بود، بعضی کسایی بود که به اصطلاح کوشش میکردن که میگفتن ما روزه میگیریم در این روز. بنان عزیزان من، کسی که روزی یا روز شکر روزه بگیرد، از نظر ابن حزم ظاهری، از نظر مفتی عصر ابن عثیمین، امام مالک، امام شافعی و روایتی از احمد ابن حنبل، یعنی تقریبا جمهور فقها به این نظرن که روزه گرفتن در روز شک حرام است، نادرست است، نباید انسان مسلمان روزه بگیرد. و تمام دلایلشان 3 دلیل است. یکی از قرآن است فمن شهد منکم الشهر فلیصم، قرآن گفته کسی که از شما مهتاب دید روزه بگیرد، یعنی بدون دیدن مهتاب نباید انسان روزه بگیرد روزه روز شک. و دومش است که در حدیث آمده که
عمار ابن یاسر میفرماید من صام یوم شک فقد عصا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که روزی روز شک روزه بگیره از پیامبر عزیز ما در حقیقت نافرمانی کرده. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی روز شکر نمی گرفتن. و سومین دلیلی که همه سر از او اجماع دارن، اتفاق نظر دارن که هر عبادتی که در شک و تردید باشه، یعنی انسان متزلزل باشه، او عبادت درست نیست، او قابل قبول نیست او عبادت، بنابراین نمیشه در عبادت شک بکنید. در حالی که شما میبینید شرط قبولی هر عبادت سه چیز است. یعنی هر عبادت ما در نزد الله سبحانه و تعالی قابل قبول زمانی است که سه تا شرط داشته باشه. یک، ایمان به الله و رسول الله و روز قیامت، به کتاب خدا، به انبیاء علیه السلام، با آنچه مواردی که گفته شده در قرآن و سنت که برش ایمان و باور داشته باشید. یعنی اگر یک کسی ایمان نداشته باشه، سالها روزه بگیره، میلیون ها دلار رو مصرف بکنه، به دردش نمیخوره. به امول از قرآن میگه ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. الله اکبر. کسانی که کفر ورزیدن، در حال کفر از دنیا رفتن، و ماتوا وهم كفار، مردن در حالی که کافر بودن، اگر به اندازه زمین طلا مصرف کرده باشن، پول مصرف کرده باشن. مثلا امروز شما میبینید مؤسسات بشر دوستانه در دنیا زیادن، کسایی که به نام بشر دوستی، به نام خیرخواهی پولها مصرف میشه، ولی قرآن میگه روز قیامتی دست انسان نمیگیره. مثلا شما تصور بکنید کسی که برق اختراع کرده چی یک صنعت بزرگ است، یا کسی که مثلا اینترنت اختراع کرده چی یک اکتشافات بسیار بزرگ است. خب اگر این مؤمن باشه، واقعا یک نفعی بسیار بزرگ است برای کل انسانیت برش. و پیامبر صلی الله علیه و آله میگه خیر الناس من ينفع الناس، بهترین انسان ها کسی است که نفعش به مردم برسه. ولی وقتی ایمان به الله و رسول نداره، به قیامت باور نداره، این عملش سودی برش نداره. و دوم، شرط قبولی هر عبادت اخلاص است. در هر عبادتی که اگر اخلاص نباشه، چه روزه باشه، نماز باشه، زکات باشه، حج باشه، اگر کسی به این نیت زکات بده که مردم توصیفش بکنن فلانی سخی است، به این نیت به حج برود که فلانی بگن حاجی است، میگه مردم بریم حاجی صاحب بگن، به این اندیشه و فکر نماز بخونه که مردم بگن فلانی انسان نمازخوان است، با این اندیشه و فکر دعوت بده که مردم بگن فلانی چقدر زبان فصیح داره، چی یک دعوتگر خوب و شیرین زبان است، هیچ کدام این موارد دست انسان نمیگیره روز قیامت. چرا؟ قرآن صریحا میگه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شما امر نشدید مگر ای که الله سبحانه و تعالی را پرستش بکنید با اخلاص و برای الله سبحانه و تعالی عبادتتان انجام بدهید. بنابراین به همون از اول قرآن تا اخیر قرآن شما وقتی ورق بزنید، هر جایی که اگر بحث انفاق مطرح شده، پهلویش میبینی نوشته است فی سبیل الله و انفقوا فی سبیل الله مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. کسانی مال خود در راه خدا، به رضای خدا مصرف میکنن. وقتی بحث جهاد مطرح میشه در قرآن میگه که جاهدوا فی سبیل الله، قاتلوا فی سبیل الله، بجنگید در راه خدا، جهاد بکنید. جهاد از جهد گرفته شده، هر نوعی تلاش شامل میشه. یعنی تمام تلاش انسان، زحمت انسان باید جهت ربانی داشته باشه، به خاطر پروردگار عالم باشه، انسان به خاطر خدا باید زحمت بکشه. و این قضیه ادعو الی سبیل ربک، به خاطر پروردگار دعوت بکنید، چی نماز باشه، ان الصلاه و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همانا نماز من، قربانی من، تمام حیات من، مرگ من، همه برای الله رب العزت و الجلال است. به اول لحاظ است که میگن شرط دوم قبولی هر عبادت اخلاص است. کسی که اخلاص نداشته باشه عبادتش قبول نمیشه. بنابراین در یک عبادتی که در او شک باشه، تردید باشه، اخلاص از او برداشته میشه. به همون لحاظ است که در روزی روز شک درست نیست که انسان مسلمان این روزه رو بگیره، چون شک است، تردید است، ممکن قبول بشه، ممکن قبول نشه. و شما در جامعه وقتی با عزیزان صحبت میکنید میبینید از زبان اینها میشنوید که چی میگن، نگه برو همه روزه ای روز شک گرفتیم،
حالا میگه یا از جای روزهای قضایی ما حساب میشه یا برای ما نفل حساب خواهد شد یا روزه رمضان بود فرض حساب میشه، نبود یک اجر داره. نه خیر عزیزان من، با این شک و تردید نمیشه انسان عبادت بکنه. بناهن شرط اول قبولیت عبادت ایمان به الله و رسول الله با اون چی که گفته شده. شرط دوم قبولیت عبادت اخلاص است، به خالص به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی باشه. شرط سومش که خیلی مهمه با ارزشه، طبقی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. خب اونجا عمار ابن یاسر میگه که من صام یوم الشک فقد عصا ابی القاسم محمد، کسی که روزی روز شک روزه بگیره نافرمانی محمد صلی الله علیه و سلم کرده. یعنی به این معنا که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی روز شک روزه نگرفته، پس این روزه مخالف راه و روش رسول الله است. پس از جمله شروطی قبولیت هر عبادت یکیش طبق راه و روش رسول الله است. اگر نماز میخونید طبق رسول الله نماز بخونید، قربانی میکنید طبق رسول الله قربانی بکنید، انفاق میکنید طبق رسول الله انفاق بکنید، معاملاتتان، زندگیتان، اخلاقتان، برخوردتان، همه چیز بر اساس سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه، طبق راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم باید صورت بگیره. او زمان است که این عبادت نزد الله سبحانه و تعالی به ما قبول میشه و ما مسئولیت ما در برابر عبادت انجام میشه. خب بیاییم با هم این بحث رو جنبندی بکنیم و ببینیم که چی مسائلی مطرح شد. گفتیم در این بحث یکی تعریف روزه بود لغتا و اصطلاحا. روزه در لغت به معنای امساک و یا خودداری کردن و یا دور نگه داشتن خود هست، کنترل کردن خود است. و در اصطلاح عبارت از امساک یعنی نگاهداری کردن یا نگه داشتن خود از خوردن، نوشیدن، جماع و یا همبستری کردن از طلوع صبح صادق تا غروب آفتاب یعنی اذان مغرب به نیت روزه، به اجرای اطاعت فرمان الهی الله سبحانه و تعالی، یعنی به اجرای اوامر الله با این نیت و فکر انسان روزه میگیره با نیت اجر و پاداش و نیت ادای امر الله سبحانه و تعالی و نیت روزه. به این میگن که یعنی روزه در لغت و اصطلاح. نکته دیگرش بحث حدیث منتشره بود که در این ذکر شد که روایت های دروغین میارن در نزدیک ماه مبارک رمضان. دو ماه به روزه میبینه، میبینی شروع میشه در صفات مجازی، کسی که رمضان رو بشارت بده پیامبر گفت آتش جهنم بر او حرام میشه. کاملا دروغ است، بی اساس است، اصلا هیچ روایتی صحیحی وجود نداره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد بشارت ماه مبارک رمضان گفته باشه کسی اگر رمضان رو برای دیگران بشارت بده آتش جهنم بر او حرام میشه. و سوم احادیث صحیح بود که در این مورد خوانده شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای صحابه میگه اتاکم رمضان شهر مبارک، به شما ماه مبارک رمضان آمد، که فرض الله علیکم صیامه، الله روزه رمضان در ای بر شما فرض کرده، روزش رو بر شما فرض قرار داده و دروازه های آسمان در این ماه باز میشه، دروازه های جهنم بسته میشه، دروازه های بهشت باز میشه بر روح انسان. بنابراین این حدیث صحیح است، کسی که از خیر ایما محروم میشه از همه خیرها محروم شده. و بعدش هم بحث روزه شک بود که گفته شد به نظر جمهور علما اکثریت فقها و محدثین ما اتفاق نظر دارن که روزه روز شک درست نیست، بنابر استدلالاتشان که از قرآن و از سنت و از اجماع فقها بود در این مورد خدمت عزیزان بیان شد. بنابراین کوشش بکنید عزیزان دل که از مسائلی که مطرح میشه باید خود را آگاه بسازیم تا باشد. و شروط قبولیت عبادت گفته شد که ایمان بود، اخلاص بود و بر اساس راه و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. هر عبادتی که این ویژگی سه ویژگی را داشته باشه قابل قبول الله و رسول است. موفق و معید باشید. این بود برنامه امروزی ما خدمت شما عزیزان تقدیم شد. تا برنامه بعدی و درس بعدی ماه مبارک رمضان و درس های رمضانی در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به الله یکتای بی‌همتا می‌سپاریم. موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.